بینندگان عزیز سلام، امروز یک شنبه 23 سرطان سال 1392 خورشیدی که برابر می شود با 14 جولای سال 2013 میلادی. به مجموعه سازه‌ترین خبرهای ما از غزنی افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. من توریال افغانستان، بسم الله الرحمن الرحیم. در دو عملیات جداگانه در مرکز و ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی 4 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. نبی جان سخنگوی والی غزنی این موضوع را به رسانه ها بیان کرده است. این منبع میگوید که در یک حمله هوایی نیروهای پولندی مستقر در غزنی 2 تن از طالبان مسلح هنگام کشته شدند که میخواستند ماین را در کنار جاده در قریه شالز مرکز غزنی جاسازی نمایند و 2 تن از طالبان مسلح دیگر در مربوطات ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در یک عملیات نیروهای پلیس محلی کشته شدند که از نزد افراد مسلح طالبان در شالز غزنی مقدار مهمات نیز به دست آمده است. از سوی هم ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح میگوید که در ولسوالی قره‌باغ غزنی طالبان مسلح 3 تن از نیروهای پلیس محلی را کشتند و 4 تن دیگرشان را زخمی ساختند. ایالات متحده آمریکا پس از سال 2014 میلادی نزدیک به 12,000 مشاور در افغانستان خواهد داشت. مجله دیپلمات آمریکا در یک مطلب تحلیلی بیرون شدن تمامی نیروهای آمریکایی را پس از سال 2014 در افغانستان یک تصمیم جدی نمی‌داند و می‌گوید که واشنگتن پس از این سال نیز حضور پایدار نظامی در کشور خواهد داشت و تنها 12,000 مشاور به نمایندگی از آمریکا در افغانستان فعالیت خواهند کرد. برخی از اعضای مجلس سنای ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور اوباما خواستند تا جلو حمایت استخبارات نظامی پاکستان را از شبکه حقانی بگیرد. اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگویند که ISI یا سازمان استخباراتی نظامی پاکستان رابط نزدیک با شبکه حقانی دارد و این پیوند باید قطع گردد. این سناتوران میافزایند که مدارک و شواهد معتبر وجود دارند که ISI تمامی برنامه ها و فعالیت های هراس افغانانه شبکه حقانی را در افغانستان به گونه مستقیم تنظیم و حمایت میکند تا جنگجویان حقانی، گروه طالبان و دیگر شورشیان بر ضد نظامیان خارجی به شمول آمریکاییان حمله هایشان را انجام دهند. آمار خودکشی سربازان بریتانیایی در افغانستان در مقایسه به تلفات این نظامیان در این کشور بیشتر است. تازه ترین آمارها نشان می دهند که سال پار میلادی 50 نظامی بریتانیایی در افغانستان خودکشی کردند، در حالی که در این سال تلفات جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان 44 تن بوده است. در همین حال خانواده های برخی از این سربازان می گویند که علت خودکشی سربازان بریتانیایی بی‌توجهی حکومت بریتانیا به سربازانش است. از سوی هم فشار جنگ که دیگر از علتهای خودکشی نظامیان خارجی در افغانستان گفته شده است. خودکشی سربازان آمریکایی و نیروهای دیگر خارجی یک از نگرانی‌های جدی به کشورهای عضو ناتو پنداشته می‌شود و اعضای ناتو سخت می‌کوشند تا جلوی این مورد نگرانی را بگیرند. هند پس از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ارتش این کشور را آموزش خواهد داد. روزنامه تایمز آف اندیا می نویسد که دهلی نو در حال بررسی تجهیز ارتش ملی افغانستان نیز است تا این ارتش بتواند پس از بیرون شدن این نیروهای خارجی در برابر تهدیدهای افراطگرایان به ویژه طالبان رویارویی کند. تایمز آف اندیا می افزاید که دهلی نو برنامه های بزرگ را برای بلند بردن ظرفیت ارتش افغانستان آغاز کرده است. یک منبع وزارت دفاع هند به این روزنامه گفته است که اگر افغانستان یک ارتش نیرومند داشته باشد، از نفوذ طالبان و شبکه حقانی در کشمیر نیز کاسته خواهد شد. رهایی عاملان شکنجه سحرگل، یک بانوی جوان افغان، با واکنش تند نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شده است. هرچند دادگاه در کابل رهایی 3 مظنون را که به شکنجه سحرگل، یک بانوی خردسال، متهم بودند صادر کرده است، اما نهادهای مدافع حقوق بشر این تصمیم را محکوم می کنند و آن را یک گام به عقب در راستای حقوق زنان افغان می دانند. سحرگل یک بانوی 15 ساله افغان است که با خشونت جدی از جمله کشیدن ناخن‌های دستانش، لاتوکوف و حتی آتش زدنش از سوی خانواده شوهر در سال 2011 میلادی روبرو شده بود. و مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ از افزایش معتادان در این ولایت خبر می دهد. آنان می گویند که بیش از 84,000 نفر که عمدتاً جوان هستند با مواد مخدر معتاد شدند. اما نقلی، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر بلخ، می گوید که بیکاری یک عامل جدی اعتیاد می باشد. آقای نقلی می گوید که سالانه تقریباً 1 میلیون دلار به هدف کشت بدیل و محو کشت کوکنار در بلخ تخصیص داده می شود، ولی به گفته او مبلغ کافی نیست و جامعه جهانی باید بیشتر کمک کند.
و حالا نگاهی داریم در مورد رویدادهای تازه جهان. در حمله مردان مسلح ناشناس در منطقه دارفور سودان 7 نگهبان صلح سازمان ملل متحد کشته شدند و 17 تن دیگر زخم داشتند. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که این رویداد در نزدیک یک پایگاه نیروها در منطقه دارفور رخ داده است و تمامی قربانیان آن تانزانیایی هستند. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد این حمله را به شدت محکوم می کند و از حکومت سودان می خواهد تا این رویداد را به گونه کامل بررسی کند. ارتش آزاد سوریه خواستار جنگ افزارهای بیشتر از جامعه جهانی شده است. فرمانده ارتش آزاد سوریه میگوید که برای رویارویی با جنگجویان وابسته به القاعده نیاز است تا جامعه جهانی جنگ افزارهای بیشتر را در اختیار این ارتش قرار دهد. این درخواست فرمانده ارتش آزاد سوریه در حال صورت میگیرد که یک فرمانده بلندپایه این ارتش به روز جمعه از سوی جنگجویان خارجی در ایالت لازقیه کشته شد. و شماره تلفات از انفجار روز شنبه عراق به 29 کشته و نزدیک به 70 زخمی افزایش یافت. با گفته مقام‌های امنیتی عراق، نخست دو بم در بیرون از دو مسجد سنی‌ها در شهر بغداد منفجر شدند که در نتیجه 24 تن کشته شدند و نزدیک به 50 تن دیگر زخم برداشتند. این مقام‌ها می‌افزایند که لحظات پس از این رویداد یک موتر بم گذاری شده در یک عبادتگاه سنی‌ها در غرب شهر بغداد منفجر شد که در این رویداد 5 تن کشته شدند و 19 تن دیگر زخم برداشتند. با اصال سپاس از شما بینندگان عزیز و همکاران تخنیکی هم در رسیدی خبر. این بود مجموعه سازاترین خبرهای من از افغانستان و جهان. وقت خوش. الان نگهدار.